درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که تل‌آویو با مسکو به تفاهمی رسیده که بر اساس آن مسکو از ارسال تسلیحات به تهران خودداری میکنه. این کانال افزوده که تهران در ازای تامین پهپاد برای روس‌ها از مسکو درخواست‌هایی داشته. اسرائیل از روسیه خواسته که به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ نده و در مقابل تل‌آویو به اوکراین تسلیحات تهاجمی نخواهد داد. این در حالیه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده که گزارش‌ها درباره توافق با رژیم ایران بر سر پرونده اتمی و زندانیان آمریکایی درست نیست و خبرگزاری رویترز هم اخیراً به نقل از مقامات جمهوری اسلامی و غرب گزارش داده که رژیم ایران و دولت آمریکا برای برداشتن گام‌هایی به عنوان یک تفاهم به جای توافق در حال مذاکره هستند. ماتیو کانتینیتی، کارشناس و سردبیر واشنگتن فری بیکن در واکنش به تلاش‌های پنهان دولت بایدن برای معامله با ملاها در یادداشتی نوشته که قانون بازنگری برجام به جو بایدن اجازه لغو تحریم‌های اتمی رژیم ایران را بدون تایید کنگره نمیده، اما دولت بایدن به دنبال راهی برای یک تفاهمه. وی در حال معامله‌ایه که جرأت نمی‌کنه حتی اسم اون رو به زبون بیاره و تمام این تفاهم وابسته به حسن نیت علی خامنه‌ای، رهبر 84 ساله هیلگر و متحد پوتین خواهد بود. رئیس قدیمی بایدن باراک اوباما آرزو داشت که خاورمیانه بزرگ رو به رژیم ایران واگذار کنه. اکنون بایدن به یک قلدر یعنی جمهوری اسلامی باج میده تا دست از سرش برداره. این اوج بیکفایتی جو بایدنه و دولت آمریکا دیگه پاسخگو نیست و دچار یک استیصال شده و هیچ هدف استراتژیک نداره و تمام اقدامی که میکنه سیاسی کاریه. او میگه که بایدن میخواد خاورمیانه رو تا پیش از انتخابات 2024 ساکت نگه داره و به همین دلیله که حمایت او از خیزش ضد حکومتی در ایران صرفاً ژست بوده. اما من فکر میکنم که مناسبات بین‌المللی و در پی آن داخلی با سرعت فزاینده‌ای در حال تغییره، تغییراتی که در آینده شما رو شگفت زده خواهد کرد. این در حالیه که قدرت‌های بزرگ آن روزی که گوشتی بر استخوان‌های جمهوری نکبت باقی نمونه، با ضربه کوچک جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ خواهند انداخت. فعلا اما زمانش نرسیده، ولی آنچه واضحه روند فروپاشی جمهوری اسلامیه، روندی کند و فرسایشی اما محتوم و قطعی. جمهوری اسلامی در این روند بیشتر از اینا تحقیر خواهد شد، هم از سوی مردم و هم از سوی قدرت‌های بزرگ و کوچک منطقه و جهان. رفتارهای افرادی مثل پوتین و بن فرهان جلوه‌های کوچک از روند فروپاشی، نه اقتدار. جمهوری اسلامی اما زورش فقط به جوانان و نوجوانان و کودکان مظلوم ایران ما میرسه، مثل نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کیانها. اما در برابر قدرت‌ها به معنای واقعی تمکین می‌کنه، چون جمهوری نکبت اسلامی قدرت به معنای واقعی در سایه پشتوانه مردمی فراگیر نداره و رادیکال‌ترین طرفداران جمهوری اسلامی نیز این رو می‌دونن که جمهوری نکبت در معرض فروپاشیه و به خوبی می‌دونن که با اسلحه و ترور موندن و می‌دونن که حتی قدرت جمهوری اسلامی هم قابل معامله است و همه چیز برای جمهوری اسلامی و حامیانش با پول قابل معاوضه است. و این در حالیه که در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های نزدیک به حوزه علمیه بر اهمیت انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند، زیرا این همان مجلسیه که رهبر آینده رو تعیین می‌کنه. و اینکه آیا گمان زنی در مورد فرارسیدن زمان انتخاب رهبر سوم به دلیل سن بالای خامنه‌ای یا شدت گرفتن دوباره بیماری او موضوعیه که نمیشه به صورت قطعی در خصوص آن سخن گفت، اما روشنه که مردم ایران خواهان تغییر اصل نظام فعلی هستند و در نظر اونا مرگ خامنه‌ای فرصتی مناسب برای تحقق این خواسته است. منتقدان درون رژیم نیز طی ماه‌های گذشته بارها تاکید کردند که به تغییرات اساسی در روش حکومتداری نیازه و در غیر این صورت با توجه به گسترش اعتراض‌ها به اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی باید در انتظار تحولاتی غیر قابل پیش‌بینی بود.
با این حال به نظر میاد یکی از نتایج خیزش مردمی ایران این باشه که حالا دیگه بیماری و مرگ رهبر 84 ساله جمهوری نکبت اسلامی و همینطور مسئله جانشینی او نه از جهت ابهام در شرایط اداره کشور پس از او که به دلیل میل گسترده جامعه به براندازی نظام مورد توجه حامیان و مخالفان حکومته. در همین رابطه روزنامه لیبراسیون در شماره امروز خود مطالب مفصلی را به وضعیت کنونی ایران و شورش‌های آتی گرسنگان در این کشور اختصاص داده. روزنامه صبح پاریس در سرمقاله خودش با عنوان ایران کشور انباشت بحران‌ها نوشته که مشکلات معیشتی ایرانیان و استیصال اونا در مقابل بیماری به رنج‌های ملتی فرسوده زیر بار سرکوب و فقدان آزادی اضافه شده. سرمقاله نویس لیبراسیون افزوده اینکه جمهوری اسلامی به دلیل اعدام‌های خودسرانش دیگه عنوان اصلی جراید و رسانه‌ها رو به خودش اختصاص نمیده، علتش بازگشت نظم و آرامش به این کشور نیست. بلعکس، به نوشته لیبراسیون، مردم ایران بیش از پیش گرسنه و ناتوان در مقابل بیماری هستند و وسایل ناامیدی و نبود دورنمای روشن تغییر چنان بر روح اونا سنگینی میکنه که برخی برای گریز از درماندگی یا به فروش اعضای بدن خودشون روی میارن یا دست به خودکشی میزنن و در صورتی که خودکشی به مرگ منجر بشه خانواده ها حتی توان تامین هزینه کفن و دفن مرده رو ندارن. لیبراسیون افزوده که تورم در ایران برخلاف نرخ رسمی نه به 50% که به 170% رسیده و این نرخ تورم مایحتاج روزمره مردم فقیر رو نیز شامل میشه. این روزنامه تصریح میکنه که مسبب این وضعیت فقط تحریم‌های بین‌المللی نیست. این بیلان فاجعه بار ثمره سوء مدیریت و فساد رهبران بی حیای جمهوری اسلامیه. سرمقاله نویس لیبراسیون بعید ندونسته که وضعیت فاجعه بار اقتصادی ایران از جمله قطع یارانه های سوخت منشأ موج جدیدی از انفجار خشم عمومی باشه. به نوشته لیبراسیون، فقدان آزادی در کنار گرسنگی ایرانیان رو به این باور خواهد رسون که دیگه هیچ چیز برای از دست دادن ندارند و مردن در مقابل گلوله بهتر از مرگ تدریجی در انفعال عمومیه. سرمقاله نویس لیبراسیون در ادامه اضافه کرده که مذاکرات جاری مخفیانه تهران با آمریکا برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در خارج نتیجه نگرانی رهبران ایران از خطر شورش گرسنگان در آینده نزدیکه و در گزارشی جداگانه روزنامه صبح پاریس درماندگی ایرانیان رو در مقابل بحران اقتصادی کشورشون بی سابقه دونسته و به نقل از محمد رضا جلیلی استاد بازنشسته مؤسسه مطالعات عالی بین‌المللی و توسعه در ژنو افزوده که جمهوری اسلامی برای مهار بهتر تحولات داخلی کشور که میتونه آینده رژیم اسلامی رو به خطر بندازه تلاش میکنه از فشارهای خارجی کم کنه. در این گزارش اشاره شده که مردم ایران میدونن که افزایش آتی قیمت سوخت اجتناب ناپذیره و افزایش دوباره قیمت ها تشدید تورم مهار گسیخته و نهایتاً بحران بزرگ اقتصادی رو در پی خواهد داشت. به نوشته لیبراسیون چنین تحولی سرآغاز موج جدید اعتراض‌های سراسری بی سابقه و بسیار قدرتمند خواهد بود. به نوشته این گزارشگر در فضای فروپاشی اقتصادی تقریباً همه اقشار جامعه به مخالفان بالقوه و متحدان جنبش زنان تبدیل خواهند شد و موج جدید اعتراض‌ها نتایج غیر قابل پیش‌بینی و برگشت ناپذیر رو در پی خواهد داشت. لیبراسیون همچنین با کسرا عربی مدیر تحقیق درباره ایران در بنیاد تونی بلر نیز مصاحبه ای انجام داده که در آن کارشناس مسائل ایران انقلاب آتی در این کشور را به یک دو استقامت تشبیه کرده و گفته که تمام شاخصها به ویژه شاخصهای اقتصادی از وقوع موج جدید اعتراضهای سراسری در ایران خبر میده. عربی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی به روند شتابان عرفی شدن جامعه ایران نیز اشاره کرده و گفته که تنها 26% شهرنشینان و 33% ساکنان مناطق روستایی ایران ابتدایی ترین مناسک دینی یعنی نماز خوندن رو به جا میارن. و در ادامه کسرا عربی گفته که هسته اصلی رای دهندگان جمهوری اسلامی روز به روز کوچکتر میشه
به طوری که اعتراضهای خیابانی سالهای گذشته علیه حکومت مذهبی تهران بعضن در پایگاه‌های اصلی این حکومت یعنی شهرهای مشهد و قم روی دادن. به گفته کسرا عربی این تغییر نشان میده که پایه‌های حکومت اسلامی روز به روز پوسیده‌تر میشه و ادامه این روند نارضایتی رو به صفوف تحتانی و میانی نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و بدنه سپاه پاسداران منتقل خواهد کرد. کسرا عربی میگه البته هنوز وارد چنین مرحله‌ای نشدیم. دلیل آن هم تصویه‌های گسترده‌ای که علی خامنه‌ای در سال 1398 در درون ساخت قدرت به اجرا گذاشت و در نتیجه آن همه مریدان ایدئولوژیکش رو به داخل رژیم کشید و حول خودش متحد کرد. با این اقدام خامنه‌ای به گفته کسرا عربی کوشیده خود و نظام خودش رو از پیامدهای سه تهدید بزرگ یعنی تجزیه درونی حکومت پس از مرگ رهبر و قیام مردم ناراضی و خطرهای خارجی به ویژه خطر اسرائیل در امان نگه داره. به گفته او انتصاب علی اکبر احمدیان به دبیری شورای عالی امنیت ملی آخرین پرده از همان تصویه های درون رژیم اسلامیه که به گفته پژوهشگر ایرانی بریتانیایی آخرین انتخابات شهرداری ها هدفی جز تقویت وزن سپاه پاسداران در مناطق و محلات نداشت. خامنه ای کوشید با هماهنگی میان مناطق و شهرستان ها از یک طرف حکومت رو از طرف دیگه تقویت کنه، زیرا او میدونه که رژیم اسلامی به زودی به دوره ای از بی‌ثباتی های گسترده روبرو خواهد بود و برای حفظ بقای خودش چاره ای جز توسل به خشونت و زور در مقابل مردم ناراضی نخواهد داشت. و این در حالیه که لیبراسیون در یکی از گزارش‌های خودش با اشاره به نتایج یک تحقیق تصریح کرده که حدود 85% معترضان در ایران خواستار یک دولت عرفی‌گرا هستند و در عین حال تحقق این آرزو رو در جمهوری اسلامی ناممکن میدونن. چرا؟ چون ما شنبه افزایش فروش نفت ایران به روزانه 1.6 میلیون بشکه رو میبینیم. یک شنبه خط فقر در تهران 30 میلیون تومان اعلام میشه. دوشنبه هیئت حماس وارد تهران میشه و جان کلام این که یادتونه از ترسشون اینترنت رو 4 ظهر قطع میکردند و 12 شب با سرعت خیلی کم وصل میکردند و یادتونه اژه‌ای التماس میکرد بیایید حرف بزنیم، یادتونه که بلیت فرار به ونزوئلا خریده بودن و بیانیه داده بودن در یک قدمی سقوط هستیم، و آیا یادتونه گفتن دیگه به خیابون نیاین مشکلات رو حل میکنیم و از بچه های 12 ساله بسیجی برای سیاهی لشکر استفاده میکردند و از عراق و سوریه نیرو آوردن برای سرکوب کردن چون نیروهاشون کافی نبود؟ یادتونه اینا رو گفتم تا قدرت خودمون رو به یاد بیاریم، به یاد بیاریم که روزگارشون رو سیاه کرده بودیم. قدرت دست من و شماست، هیچی بالاتر از قدرت مردم نیست. شما فکر میکنید چرا همش دارن بین اقشار مختلف تفرقه میندازن؟ چرا حاشیه درست میکنن؟ به خاطر ترسشونه. اینا از ما میترسن. دیگه اسی و مسی و اره و شمسی کوره ها هم غربال شدن. دیگه میدونیم پرچممون شیر و خورشید و رهبرمون شاهزاده. دیگه میدونیم هر کی خارج کشور زرزر کنه بازوی جمهوری اسلامیه. دیگه هیچکی نمیتونه ماها رو سرگرم کنه. دیگه به جای شعار و فوش خارمادر رضا شاه روحت شاد میگیم تا ارزشی و اصلاح طلب خودشون رو خیس کنن. میگیم چو ایران نباشد تن من مباد، مرا مادرم بحر میهن بزاد. آماده باشید دوستان، این دفعه با ساندویچ های کوکتل پنیری میریم سراغشون. آزادی نزدیکه. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.